قربونم بری فراد عزیزم او فراد اما پشت <تصفح> یک دو سه ادو <تصفح> <ادعوش نو بری. تصفح> یک دو وای من دارم دیوونه میشم خدا این قرص تو به من اثر نداره فراد میخوای فر... یکی دیگه بخوری نه چرا نه نه دارم دیوونه میشم سکته میکنم چند میلی گرم بود قرصه منم میگم میذارم اون جایی که میسوزه آب میریختم اون جایی که میسوزه قرصه ده لحظه بیا بیس میلی گرم با... من در <applause> چرا اونجا از خیره بودی. شدی به اون آره من دیگه عادت کردم به داد دادن تو میکروفون میدونی بقیه احتمالا عادت نه خودش کامپرشن داره بابا دستگاه برات خریدم که همه کارو انجام بده کاش همه کارو آقا, آقا کارو کاش همه کارو انجام میده شما کارو بگو رو راست باش میفته رو کار شاید آقا. یه دکمه داشته باشه بزنیم کار شما را بیفته <تص> فرضا جان پیدا نشد چند میلی گرم معمولا همون صفحه اول نوشته ده میلی ده کمه راحت شجی. دو دارم دو را می میکنم از خیلی سوال خوبی میخوام بپرسم شما در خودش که نمیگه <applause> چرا چرا به نظر من سوال خیلی به جایی اما نه از چی تو <تصفي> نمیگه. میگه شما در فصل بهار و اوایل تابستان به غیر از آبریزی از تمام مجاره های بدن تو کار دیگه هم میگو چی کار میکنی؟ همینه دیگه آبریزی از تمام مجراهای های بدن های بدن مجاری مجاری ترچی مجاری داره منان داره ازش آب ایچی هم هست ایچی چی اصلا همه چی دل به دلش, دلش میدی بعد با آب گرم و اینا میشوری اصلا تو بگو ببین من الان بگو برو تو قابلمه <applause> بشین میرم تو قابلمه بشین <applause> برای اینکه این مشکلات من حل بشین اصلا دارم تازه الان خوبه وای ایدای شیراز وای 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 افشانی ایدای شیراز برات رگباری عطسه میزدم همه پشماش بعده. حالا اینطوری بود الان اونم اوکیه آره آره اه... اه... قبلا اینطوری بود که عطسه می‌کردی اتفاق بدی نمی‌افتاد الان میگم آره، آره. امروز رفتم امروز رفتم امین برای اهدای خون یه عطسه کردم هنگام خون دادن همه پشماشون دیگه یعنی <تصفح> همه یهو الرت شدن که او مای گاد وات هپند سامثینگ الان عطسه سرفه اصلا جایز نیست ترسناکه نه من عجیبا چیم دستمان میخوایم میخوایی بری فین کنی نه نه فینی نیست فینی نیست حالا خوب اپیزود شده داره دست میذاره فینی بفرمایید اپیزود شروع شده چطوری؟ خیلی اپیزود اپیزوده سیاد زیاد آلی. خوب نیستم میخواستی بگی خواست... خواستی ازی بگی سری برو کار داریم ندارو به آره آره این امید وعده ای که داده بودیم از اپیزود قبل فرا رسید من بگو خب یک شنبه هفته پیش یا شنبه شب یا یک شنبه صبح دیدم که روی توییتر آقا ایلان ماسک زده که دوباره میخوایم بریم به ماه We're going back to moon again حالا این یه اصطلاحیه که ایلان ماسک همینطوری شروع کرد و واسه مسخره بازی و مزاح راجب داج کوین کریپتوکارنسی داج The Dodge بعد من اینطوری بودم که اوکی بذار حالا دوباره یه خبری شده من این داج کوینه رو بخرم یه مقداری ارز دیجیتال آره این ارز دیجیتال رو. شروع کردم لاگین کردن و رفتن و سکه بیت مادر بیت بیتا. شماره یک بیت ساز شماره ایک. گفتم برم بخرم بعد تو سایت لاگین کردم و رفتم این تعدادشم مشخص کردم و اطلاعاتم دادم و اینا انجام نشد گفت تو احراز هویتت انوز درست انجام نشده احتمالا به خاطر اون چیزی که الان توی این اسپاتیفای هم اوبشنه... نانو انتخاب کرده به خاطر بوده بعد خلاصه من همه اطلاعات همون دادم عکس از خودم پشت و روی پاسپورت گواهی نامه سلفی اینا <تصفي> که آقای رو تو رو خدا قبول کنید ما میخوایم دوتا داج بخریم این طول کشی طول کشی موقع چقدر بود؟ میگم الان میگم این طول کشی طول کشی تا دیروز مثلا این صحبت که این کارون تو اپیزود قبلی کرد که به سایت <مه> بایننس با گفته به آل تایم های رفته من قرار بود قبل این خریده باشم دیگه دیروز این داج کوین 378 سنت و 45 من اون موقع داشتم 378 سنتش رو دیگه نگو دیگه اگه بالای 38 دیگه, دیگه نگو. نگو آره شاید. آره منطقی آره اه... هیت کرد و من دوباره اینطوری بودم که با باشه بذار بخرم حالا مثلا من میخواستم موقع 5 تا بخرم الان دو تا نصف میخرم ولی بازم سایت به با من یاری نکرد و دوباره منم تو گروه به بچه ها گفتم اینا ها کارون جمله ای که اپیزود قبل گفت و دوباره گفت و این گوشه من دوباره سرخ شد گفت اگه چیزی گو. هست که ما الان ازش خبر داریم یعنی دیگه دیره تو لیت دیگه, من... دیگه دیره من الان عصبی هم نه خل... مثلا موقعی که عصبی میشی تو فیلم ها دیدی یکی ویالو میزن وارد آرا پیانو مثلا مخوا... پیانو کلاسیک آره آره من میخواستم براتون اونو برم من 14 فوریه همین موضوع رو مطرح کرده بودم تو گروه دوستان همین و کارو همین جمله رو گفته بود روز اون روز اینت. این داج کوین بود 8 <applause> سنت و اگه من اون روز رفته بودم و خریده بودم فومو برده بودم فومو آلرت <applause> چهار پنج برابر شد ولی پنی پنی حالا من چیزی همشد... که میخوام بهتون بگم اینه که <applause> اون یک شنبه ای که فرهاد داشته تلاش میکرد بخره به ما نگفت اینم چون مطرح کرده بودم یک بار داش رو گوش بدید گوش داژگوان... بدید شاید من مخالف شاید ایمان بخواد بخره مطرح شده بود شاید ایمان با تو این گروه کسی با ما چیزی رو مشورت نمی کنه من آخر میرسم گوش <تصفح> <تصفح> من وقتی که اون ما بش... نگفتی به دیوار اون موقعی که به دیوار خوردم دیگه اصلا از تارک و دنیا تو یه کلمه به من بگو شاید من میتونم بخرم بخرم پول منم چهار برابر شه تنهایی چیز نشه اشتباه فرهاد از ایناست که اینجوری نیستش که من ببرم کافیه میگه من ببرم و تو به بازی منم <متصفيق> میگم <متصفيق> سیاه منم ترجمه شما خیلی, خیلی خودخواهم تو طالبینی من چون شهری با این طالبینی گفتی چند وقت پیش روژین برای من یه پیجی رو فرستاد که اینا کارشون استرولوژی اینا چون میدونه من خیلی علاقه دارم اینا من عشق دیگه مثلا هر سری میگه که مثلا چیکار کنیم مثلا میگه با احساساتتون چیکار کنید بعد این زودیاک یا زودیاک 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 ساینای مختلفو میاره و میگه چیکار بعد این هر بار که برام این پستا رو میفرستاد من میرفتم سرچ میکردم که ببینم زودیاک ساین من چیه خب بعد مثلا میومد اومد تاروس داریم آره آره من می مثلا اپریل تاروس اونو میزنه میخوندم مثلا اون خطشو می بعد دیروز دوباره فرستا و بعد به رژیم میگه آره تو هر بار اینو گفتی من یه دور سرچ کردم و واقعا همون موقع یادم رفت سری بعد که فرستا دوباره من اون لحظه رو بعد سرچ میکردم گفتش که تو قبل تاروس ایریس چیه ایریز, ایریز گفت ایریز. تو ایریزی دیگه گفتم ای مگه من تاروس نبودم <تصفح> برای تا سرچ کردم او نه اون روزی که من توی اپریل به <تصفح> آره این مثلا میره حد نصاب تاروس و اریزه من گفت تو یعنی نفهمیدی اینا دا داره اشتباه در میاد یه ذره فکر کردم من <تص> یعنی بی خودی باور نشم به این قضیه خط درسه. اشتباه از خود شما بوده خط درست ولی حالا اونایی که خونی برای منه بگو من انجام بدم راجب احساسات گفته بود کجا بذاری گفته بود بذاری؟ از در خونه که میایین تو بذاریدش <تص> <تص> دم در بکنید مثلا تو فریزر گفته بذارید دم در نمیدونم حالا یعنی چی برای من مثلا گفته بود روی بیلبورد بزنید روتلس باشید بیرون یعنی چی روی بیلبورد بزنید احساساتتون احتمالا یعنی همه جا نشون بدید برای تو یعنی اینکه با خودت خونه نیاریش مال محل کارته خیلی دقیق گفته خیلی دقیق داری تو محل کارت اونجا بنویسید دیگه بله بله من می‌نیسم رو دیوار شرکت نمیدونم واقعا خیلی دقیق خیلی قشنگ ولی تو احساسات تو پس بزن به بیلبورد تو یه وایت بورد هم داری تو چه وایت بورد هم داری نه بعد بذاره در مرحله عام یه اینستاگرام مثلا واکن احساسات کارون بزن بزن کارون آفیشیال کارون پابلیک کارون آفیشیال اورگ برای بزنس میزنم دی ام بدید بزن خودت شما دادی ما اتما را جایی موضوع خواهم صحبت کنم برو بریم ببینیم چی داری برامون آره بقیه آه. اخبار جدید و اینا رو نگیم اخبار دارید؟ بگید بگی فراد میخواست بگید شاید سه بار گفتیم دیگه او چه میخواست بگی بگو من که گفتم این از حرس و انزجارم گفتم راجع به داج کوین و اینکه این, این فومو افتاد به جونم و فومو رو دنبال نکردم و ضرر کردم من اگه 5 دلار گذاشته بودم 20 دلار میتونستم برداشت کنم دیگه برید ببینید چه کردم با خودم <applause> قیافه‌شو <applause> <applause> و یعنی تو شرطی هم که میتونم از این عدد استفاده کنم به می ما میگفتی شاید حداقل ما اونجا برده بودی <applause> شما زدی تو دهنم مجموع زرر کم شاید ما نظر آدم نظرشون عوض میشه میمدی میگفت 14 فبریه یه تکس دادی خوابون الان 14 اپریل هم گذاشت دو ماه میدید چقدر آدم عوض میشه خدا هیچی عوض نمیشه خدا هایی نمیشه نمیشه منم هفته که گذشت یه کمی ارز دیجیتال خریدم از انواع مختلف یه سبدی درست کردیم اینا رو دیدی این سبد رو منتظریم که این سبد انشالله بره بالا باربر بشه <owejikle>. <times> با با دیگه شما لازم نباشه کار کنیم آره دیگه سلف میشیم سلف من خیلی دوستم حرف زدم خیلی تحت فشارم <applause> شما تیکر کنید <خواهیم> لطفا <applause> من فقط حضوری هستم آره. اصلا یه رنگ من دارم من خیلی دارم جلو خودم میگیرم که آوریز شما از مشكلت... فقط از یه مجرا انجام یا کارم داره کارم داشت نه من این هفته داشتم یه کسی رو اینترویو میکردم بعد این مثلا دانشجو مستر بود و اینا مثلا سالش از من کمتر بود بعد اولش سعی کردم خیلی مثلا خوب شروع کنم و گرم بگیرم باهاش گفتم مثلا اینترویو قبلی چه جوری بود چه مثلا اوضاع چطوری یه ذره صحبت کردیم اینا خوبم بود خیلی داشت مثلا اوکی پیش میرم از یه جا به بعد دیدم که این حس کردم استرس گرفته بود بعد این داش مثلا رو تکون میداد و اینا و من می مثلا تصویر بالا پای. بعد یه لحظه به تصویر خودم نگاه دیدم همون حالت همیشه که من نه لبخندی رو صورت همه نه همینجور دارم خیلی جدی نگاه میکنم بعد یاد همه انتقاداتی که شما میکنید گفتم نکنه این مثلا قیافه من دیده این اینجوریه که هوشیت مثلا داره بعد صحبت میکنه که این قیافهش اینجوری استرس که بعد یه تلاش مذبوحانه داشتم میکردم که من لبخند بزنم اینجوری مثلا سعی میکردم هرچی این بگه و یه لبخند بی خودی داشتم خیلی مثل صح... چندلر تو فرنس میخواد لبخند بزنه برای چیز اینطوری با گذار کرد اینترویو رو ها از اون ور افتادی خیلی سخت شده بود یعنی من هی داشتم خدا هم اینجوری مثلا نشستم <تصفيق> <تصفيق> یه لبخندی به این بند خدا بزنم این دور بینم شه لبخند بزنید مرسی هی تلاش کنی چی شد یارو انجام شد کارش گرفتینش؟ نمیدونیم دیگه از در خودتون چیه؟ نمیشه گفت آقای که نه بودی که نمیشه گفت نه بلش کنید نه ولی این چیزش که اینقدر ها؟ به کسی زی من یه جایی که کار میکردم چندین سال پیش کاری که بود که با ارباب رجوع خیلی سر و کار داشتیم بعد بالا سر کامپیوترامون خیلی کوچیک تایپ کرده بودن پرینت کرده بودن چسبونه بودن که مثلا لبخند و احوال پرسینا یادتون هم باید این رو بنویسه باااا یکی از اون یعنی مثلا یک ساعت بود بسپنج دقیقه اول من فکر کردم این اوکی یهو دیدم این چیزه انگار مثلا پاشو استرسی تکون میده حالا بهتر شد یا نه ایشون تو پروسه نمیدونم فکر نکنم خیلی ببین آخه دا اینترویو دا دادن هم خیلی سخته من خودم مثلا یکی از آره ضعفای بزرگم کلا کار سختی تو مثلا اونجا 50 درصد تواناییته نه اصلا من کسایی میشناسم که تو اینترویو خفنن یعنی دست بالا رو دارن میشینن مثلا حرف زنین من مثلا یادم میره اسممو بگن نه اینترویو حت. نرفته یارو اینترویو خوب من فکر اینترویو اینترو... اینترو... کسی باشه مثلا بلر... اینترویو بلر... بلر... مثلا من مثلا میشه یادم نمیاد مثلا وزن بردار رو نگاه کنید رکورد تمرینیشون همیشه با اختلاف بیشتر از رکورد مسابقه است بالاخره استرس اینا میشه بعد اینم که من سوال کردم من نفر سوم بودم یعنی دو ساعت قبل من اینترویو داشت من اول من سوم بودم بعد تو هم با یکی دیگه اینترویو داشت آلو یعنی 4 5 ساعت یارو میکشیم به سوال این چهار ساعت تو یه روز بود قبلش هم یه یه ساعت تلفنی همش تلفنی خواهیم بگیرینش <تصحب> 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 اینا هم نمی‌خواد <فا> داماد کسی بشه اونجا چهار ساعت یا عروس حالا اصلا چی داری چهار ساعت با هم صحبت <تصحب> کنید <تصحب> مسئله بهش میدن تاپیک های مختلف به هر کسی میگن تو برو راجع به این سال بپرس شما راجع به گذشتش اون پرسیدید روابط قبلی و بعض خانواده و شغل آره بله نه حال میگه بله نه بله نه بزن سر دیگه خوابه افتو هم زده یه <applause> گوشتم میاد ویتامین داریم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزان این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با ما سلام سلام امروز اپیزود 279 ماست اگر که میبینید صدای من یه ذره گرفته است یا اینکه شاید ممکنه فیلم فیلم بکنم از تمام مجاری بدنم داره به دلیل حساسیت های فصلی مای داره ترشون میشه و <laughs> اصلا تو شرایط مناسبی نیستم شکست. قرصم و سر کار جا گذاشتم ندارمش و واقعا تحت فشار عجیبی هم یه قرصم فرضا م... دارد صد در اینو معلومه فیکه یعنی اصلا جعبهش مشخصه که از این نونه ایم هاست از این نونه های همه خلاصه اگر که قرصی چیزی میذارید که کمک میکنه بهتون برای زنده موندن حتما در با منم اشتراک بذارید این از من شما چه خبر؟ این چند وقته دیدید ونکور آفتابی های بله بله منم دل به دل بقیه میدم آسانسور که باستانسور. میام چقدر هوا نایسه داره <applause> میکنن یه دور اومد اولین بار که شروع شد آخرین روز بارونی بود سوار آسانسور شدم قرار بود از فردا یه هفته آفتابیشه طرف گفتش که خیلی هفته خوبیه منم سری میدونستم به خاطر هوای دیگه دل به دل هم دادیم و اشبازی پی تاریخ حالا شما ببینید یه مدت که بگذره که گرم بشه همه میگن چقدر گرم شده آره, شکن یعنی ما هر چیزی که نداریم و مشکل میزنیم جهان اول دیگه خیلی حال میکنم کجا میری؟ مجاریشون گرفت از همه مجاریش آره شما سبر آسانسور نمیشین با بقیه من هفته پیش فکر کنم 90 درصدش رو تو خونه بودم اصلا بیرون نرفتم آره خیلی هم حال داد. این آ... آسانسوری <applause> که گفتی یه کمی عجیب شد به خاطر این کیس های کرونا که رفت بالا و چون یه مدتی میتونستی مثلا دو نفری سوارشی اون شخصا که نمیشناخه اوکی بود ولی الان تو ساختمون ما اینطوری شده یه حالت آکوردیه مثلا یه نفر اگه یه نفرم باشید یه کسی نمیاد تو. من چ... فکر میکنم به خاطر این میگم همین اخیرا که کیس ها رفته بالا و اینا یه کمی با اینکه مثلا نوشته که میشه دو نفر برن ولی با فاصله ولی بازم چیزی که من متوجه شدم یه نفرم دیگه نمی... یعنی یا اون شخص نمیاد یا اونم نمیخواد کسی سوارش ما ساختمانمون همین هفته داره. پیش تازه دو هفته پیش تایید کرد که چهار نفره برن تو آسانسور بس آره. داره دستشویی داشته باشی 15 نفرمون تو آره. باشن آره. یه جوری میری رو دست آره. ما میسی برای ما همین دو دو اوکی راحتن ولی دو بیشتر واقعا نمیان آره دو بیشتر زید. یه وقتی یه جوری نگاه میکنی تو مثلا بهش بگی آره. بعد میگی بیا اینقدر خوشحال میشن تشکر من سوالی که ازتون دارم اینه که اگر که حالا آره یه نفر این آسانسور تو وای میسه به بقیه میگین که بیا تو یا چه جوریه من یه وقتی میگم من میگم بیا تو آره که به مثلا اوضاع طرف ولی من یه میگم آخه من احساس میکنم بعضی موقع شاید طرف واقعا نخواد بیاد تو باز هم شروع دروسی من اونطوری بگم که نه از رو نگاه طرف میفهمیم بعضی اصلا در باز میشه روشونو میکنه اونور بعضی نگاه میکنم اینجوری با نگاهش میخواد جون اینه میگه که خب شما برید آره خب این یعنی این که من دوست دارم بیام اگه تو راه بدی من میام بعد تو میگی بیام. همیشه هم اینطوری بوده بده بسونه آره تا آره. آره. بوده همین بوده با نگاهشون میخواستن آره طلب میکنه آره <تصفح> 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 برو دام بر مرغ دیگر نه همین دقیقا برو دام بر نه یاد آقای دیگه چفت بفرمایید چه خبر؟ چی داری برامون؟ به کجا میخوای ببری؟ آره کلی عدد ارقام نمیشی داستان چیه ریاضیه؟ عشق حال این گراف هم داره به همه چی داریم این چه دسته لیمیتو اینا فکر کنم آره این شوید. هفته آره میخوام با یه جمله شروع کنم یه آقای اقتصاددانی هستن به اسم جاستین راو بله. ایشون یه جمله ای دارم بسیار زیبا گفتن که اه, beliefs fought on insufficient evidence seem tough to move beliefs yeah. Uh, میگه که در واقع باورهایی که آه. بر مبنای uh, uh, insufficient evidence یعنی uh, evidence رو چی میگیم مدارک غیر کافی یا خیلی مستدل نیستن خیلی سخته که تغییرشون بدی یعنی اگه یه گروهی باشن که باور داشته باشن به مفاهیمی که اینا اثبات نمیشن مدرک کافی براشون وجود نداره خیلی سخته که تو بخوای باور اون گروه رو نسبت به اون مفاهیم عوض کنی خب <applause> اینو توی قسمت روش علمی هم راجبه صحبت کردیم که گفتیم چیزی رو روش علمی میتونه مطالعه کنه که فالسیفایبل باشه یعنی مثلا اگه ایمان بگه که من وقتی به فلان ستاره ای که توی کهکشان فکر میکنم فلان اتفاق میفته چون اصلا این قابل اندازه گیری نیست اینو ما اصلا علم نمیتونه رد یا تاییدش کنه حالا ایشون خیلی قشنگ گفتن که اگه یه گروهی هستن که به یه مفهومی باور دارن ولی دلایل کافی براش وجود نداره تو خیلی سخته که باور اون آدم ها رو نسبت به اون مفهوم عوض, کنی آره که این داستان زندگی خیلی از ما هست دیگه هممون بالاخره به نحوی با این قضیه روبرو رو شدیم این قبلش که تو راجع به بزنس شخصی و اینا صحبت می‌کردیم من میخواستم از بزنس شخصی که خودم کسب و کار میگن که داشتیم صحبت کنم سال فکر کنم نوود بود اگه شما کنم یک بود ایران که بودم من و کوروش با هم اونجا ما یه کسب و کار شخصی درست کرده بودیم جدی؟ یه... آره را یه سایت انداخته انداخته بودیم به اسم سوشیان خب سایت انده. سوشیان توی فرهنگ در واقع توی دین زرتشتی ظاهرا منجیه اون دین در واقع میشه اسم یه سایت داشتیم سوشیان دات کام که اینو من سایت رو را راه انداخته بودم برای اینکه تبلیغات مختص اکباتون رو توی اون سایت بزنم یادت اکباتون همیشه یه سری مجله می که اسم همه مغازه ها اینا روش بود اون موقع هیچ وقت هیچ سایت آنلاینی نبود من اینو اونجا اولین بار زده بودم بعد مثلا گفته بودن شما یه کسب و کار که را باید یه شعاری هم داشته باشم. همجوری نمیشه ما نوشتیم سوشیان قلب تپنده اکباتون مثلا بعد با ایدمون این بود با کوروش مثلا این کاری که گرفت و اینا ما یه جزیره خواهیم زد به به شکل اس مثلا یه جزیره قرار یه جا بخریم به شکل اینوش که مواد عجیبی مصرف می‌کرد مثلا اون مدت آره خوب. بعد اون تون آره بعد اون موقع مثلا بحثی بود که چه کسایی رو توی اون جزیره راه بدیم چه کسایی راه بدی دقیقا کاری که کوروش داره می‌کنه آره ولی خب استوپیا رس... داشتی آره این مال 89 سال پیشه 8000 پیش آره. بود 10 سال <laughs> بعد یه جایی هم مثلا یه سری داف استخدام کرده بودیم که میرفتن با مغازه رو صحبت میکردن از اونا تبلیغ میگرفتن خوبم کار کرد مثلا ما توی حدود سه هفته مثلا یه میلیون خورده تبلیغ گرفتیم سه همه. هفته آره اون موقع آره <تصحكت> <خیلی مارم>. <تصحكت> دلار آره. سه تومن آره سه هم نبود فکر کنم کمتر بود اون موقع آره خوب هم, هم پیشرفت و اینا حالا دیگه ادامش نکردید آره ای، این سایت کارش این بود که قرار بود ما مثلا تبلیغ آدم تبلیغ مغازه و حالا هرچی که تو اکباتان بود پاساژ خیلی بزرگی داشت توی اون بزنیم و ایدمون هم این بود که به یه جایی میرسه که دیگه اونا خودشون میان دنبال ما که این کار انجام بدن مثل همون حالت مجله که بود و خلاص این داستان حالا این قسمت قراره که راجع به تبلیغات آنلاین صحبت کنیم حالا مارکتینگ آنلاین دیجیتال مارکتینگ و حالا ادورتیزمنت هایی که به آنلاین انجام میشه توی سال 2018 عدد ارقامی که داریم 273 بیلیون دلار میلیارد دلار روی تبلیغات آنلاین کمپانی های مختلف خرج کردن تو کل دنیا این؟ آره آره که خیلی عدد زیادیه از این عدد سال گذشته 2018 2018 قبل کووید آره این عدد برای از این 273 میلیارد دلار سهم گوگل 116 میلیارد سهم فیسبوک 54 و میلیارد 70 درصد رونیو گوگل تبلیغ 97 درصد فیسبوک خب یعنی مثلا گوگل ما گو... سرچ انجینش رو استفاده میکنیم میلش رو داریم هزار تا چیز دیگه رو داریم. داریم فیسبوک همه خوب فیسبوک دارن اینا اصلا کارشون اون نیست کارش... کارشون ادورتایزینگ کارشون تبلیغات اینا دادای شما رو میخرن نه دادای شما رو استخراج میکنن میفروشه میخرن میفروشن و از این راه پول در میارن کل داستان اینه که بعد مثلا میگن که اینا اصلا ما رو از خودمون بهتر میشناسن و دیگه اه 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 روح شما رو میدونن مغزتون رو میتونن منیپولیت کنن آقای یوال نوا حراری ما ازش یاد همیشه صحبت میکنیم اونم گفته یه جایی میرسه که بیگ دیتا و اینا در واقع فیلدیه که تمام حجم گسترده داده رو میتونه پردازش کنه میگه به جایی میرسه که شما رو واقعا از خودتون بهتر خواهد شناخت از اون چیزی که هست حالا این قسمت راجع به این قضیه قرار صحبت کنیم ببینیم واقعا این جوریه واقعا به این سمت داریم میریم مخزن توی در واقع تبلیغات یا نه قدیم خب همیشه تبلیغات تلویزیونی بوده و حجمی که تبلیغات تلویزیونی داده داشته تا زمانی که تبلیغات آنلاین به وجود اومده قابل مقایسه نبود تبلیغات تلویزیون خیلی گرونتر بوده و حجم پولی که اونجا مصرف می شده خیلی بیشتر بوده سال 2016 نقطه که تبلیغات آنلاین دیجیتال ادورتایزمنت و اینا میرسه به تبلیغات تلویزیونی و اون رو به صورت نمایی رد میکنه یعنی مثلا تبلیغات تلویزیونی رشد خیلی خطی داشته خیلی رشد کمی داشته تبلیغات آنلاین رشد نمایی داشته 2016 میرسه و اصلا یه فاصله عجیب غریبی میگیره و یه مهندسی توی فیسبوک گفته بود الان تو زمانه الان بهترین مغزها دور هم جمع شدن که فکر کنن و یه راهکاری رو به وجود بیارن که شما رو وادار کنن روی تبلیغ کلیک کنید یعنی <متصفح> مثلا تمام این شرکت ها خب آدم قابلی رو همشون استخدام میکنن کارشون اینه که چجوری شما رو وادار کنن که بری روی اون تبلیغ <متصفح> <متصفح> کلیک آره کلیک کنید احتمالایشون هم دارن تو کلاب هاوس پاس <متصفح> شوت دارم بعد <laughs> uh, استاد اقتصاد دانشگاه برکلی یا آقای هستم به اسم استیون تیدلیز من مطمئن نیستم که اسمشون رو درست میگن تی ای دی آره تی ای دی ال ای اس یک سال رو توی ای بی uh, حالا فرصت مطالعاتی یا سبتی یا هر چی بوده اینجا رسمه که استادای دانشگاه مثلا فرصت مطالعاتی میگیرن و میرن توی شرکت های بزرگ با پولای عجیب غریب روی یه موضوعات خاصی که مرتبط به فیلد تحقیقاتی اون استاده شروع میکنن ریسرچ کردن حالا ایشون استاد اقتصاد دانشگاه بکلی بودن میرن توی ایبی و در واقع وظیفهشون این بوده که تحقیق کنن و ببینن کارایی تبلیغاتی رو که ایبی داره برای خودش میکنه چقدره چقدر کارو این تبلیغات تیمای مارکتینگ و اینا همشون در واقع اون کانسالتنت ها اون مشاورهای مارکتینگ و اینا همشون داشتن اعداد عجیب غریب ارائه میدادن مثلا تو یه نمونه داشتن میگفتن که یه،, مفهومی هستش به اسم کیورد بذار دقیقش پیدا کنم خیلی دوست دارم که پیدا کنم خب داره جون میگیره همینطور بیشتر قطعش بیشتر آه برند کی <applause> یه وا... مفهومی هست میگن که برند کیورد ادز امه. شما توی گوگل یه چیزی رو سرچ کنی دیدی یه سری اسم اون بالا میاد کنارش هم نوشته ادز که اینا یعنی تبلیغن و اینا امه. امه. ای بی داشته هزینه خیلی وحشتناکی روی اون قضیه میکرده و این تیمای مارکتینگشون هم داشتن میگفتن که خیلی بازگشت سرمایه خیلی عجیب غریبی روی اون مدل تبلیغات دارن این میره اونجا ببینه که واقعا همچین چیزی درست هم. شروع میکنه یه سری سوال کردن خب یورسی که شما چه جوری مثلا کارایی تبلیغاتتون رو میسنجین بعد اینا میگن مثلا شما یه نمودار دو بعدی رو اگه فرض کنید که محور ایکس میزان در واقع فروش محور وایش میزان تبلیغاتی که انجام شده میگه یه رابطه خطی سعودی داره تبلیغ که بالاتر میره میزان فروش هم میره بالاتر آره که ایشون اینجا لفظ گاربج رو به کار میبرن میگن این تحلیل گاربیجه چرا؟ دلیلی دلیل که به کار برینه میگه اگر که این آدمایی که تبلیغ رو دیدن قرار بود خودشون خود به خود هم بیان از ایبی خرید کنن چی؟ سوال اینه م. شما از کجا میخواهید بفهمید که این آدما تبلیغ رو دیدن اومدن خرید کردن یا اصلا رو قرار بوده بیان حالا تو اسم پولم دادی گوگل اسم تو گذاشته بالا رو اون کلیک کرده خب دو تا مفهومی وسط مطرح میشه یکی از به اسم سلکشن افکتس که در واقع معنیش این هست که اون آدمه قرار بوده بیاد روی بیا... قرار بوده بیاد مثلا از وبسایت شما خرید کنه قرار بوده روی اون قضیه کلیک کنه بیاد تو حالا تو تبلیغ نشون دادی اون کارو کرده یه مفهوم دیگه است ادورتایزینگ افکت که آدمه قرار نبوده خرید انجام بده آدمه قرار نبوده مثلا اون چیز رو دانلود کنه اون قرار نبوده کلیک کنه بیا تو وبسایت شما صرفا به خاطر تبلیغات بوده که اون کرده اومده این آره. این دو تا مفهوم خیلی ساده است Selection افکت و ادورتایزینگ افکت و این میگه که شما چه جوری تفکیک قائل میشید بین این دوتا از میپرسه از اون تیمی که اونجا بودن و اون تیم میگه که ما لاگرانج مالتیپلایرز رو استفاده میکنیم مثلا یه مفهوم ریاضی که مثلا نمیدونم چیه این توی ذهنش اینجوری میگه که یور فاکت به اونا تو ذهنش میگه که ما اصلا این مباحث رو دانشگاه درس میدم این اصلا اینجا کاربرد نداره چون که یه سری توضیح دادم میگه بعد این شرایط رو داشته باشه فلان فلان میدونم که شما اینو میدونید خب چه جوری این کار انجام میدید میتینگ آنلاین بوده بعد کاری که اونا میکنن خیلی جالبه سکوت میشه بعد یهو بهش میگن که صداتون قطع و شد ما صداتون نشیدیم یه <تصفح> <آه> چرندی <تصفح> رو داشتن تفمیدادن آره یه چیز چرند عجیب غریبی رو داشتن میدادن این آقای حالا ستیون بهشون میگیم این کاری م... که م... در واقع این برند کیورد ادز انجام میده و حدسی که آقای ستیون میزنه اینه که اصلا اون آدما قرار بوده خودشون کلیک کنن یه مثال یه حکایتی هست میگن که مثلا فرض کنید یه حالا پیتزا فروشی بیاد به سه تا جوون استخدام کنه بهشون بگه که برید شما مثلا تبلیغ پیتزا فروشی منه که رو کاغذ هست و به جای دیگه مثلا به آدما بدید بعد مثلا چون 5 درصد روش تخفیف بذارید مثلا هر کی که این ورقه رو داشته باشه 5 درصد تخفیف میگیره بعد اینا میزان کارایی اون آدما رو اینجوری بسنجن که ببینن چقدر از اون ورقا برگشته بعد یه جایی به بعد میبینن یه نفر از این جوونا تمام آدمایی که میومدن که پیتزا بخرن از اون برقه اینو داشتن چون که بابا چجوری واسه چقدر باهوشی چجوری جوری دارین اینو نمی میکنین چیکار کرده بوده اون آدمه اون آدم به جای که بره مثلا رندوم ورقه رو تو شهر بده میومده توی مسیری وای میستاده که به این پیتزا مثلا فروشی ختم شده کسی که خودشون قرار بوده بیان این ورقه رو میداده به اونا جینیست دیگه اینجوری نصف راه اومده بوده اون خود یارو داره میاد تو حالا تو بهش بده با اون ورقه پاشو بیا تو این, این آقای استیون داشته اینو میگفته میگفته شما تبلیغاتی که انجام میدید چی میشد اگه که این آدما خودشون قرار بوده بیان یعنی اصلا تاثیر تبلیغ شما نبوده گرفت. آره خب بعد حدسی که میزنه اینه که میگه اگه شما اون برند کیورد و یا آه... حالا از گوگل بردارید آه... یعنی yani اینکه مثلا شما سرچ کنی ای بی اون بالا دیدی میاد مینویسه ای بی دات کام مثلا اد آره. خب اون پایینش ای بی دات کام بدون ادش هم هست من به شخصا همیشه رو بدون اد کلیک میکنم آه. حتی اگه عینن لینک کی باشه احتمال همه این کارو میکنه آه. این میاد حس میزنه میگه که آقا اگه شما اینو دارید هیچ اتفاقی نمیفته اون ترافیکی که قب... قدیم میومده توی وبسایت همچنان از اون لینک مجانی میاد بعد یه اعداد عجیب غریبی هم اون تیمه میداده میگفته به ازای هر یه دلاری که ایبی داره خرج میکنه روی اون قضیه دوازده دلار داره پول برمیگرده واسه این میگه که این اعدادی که هست تو گود تو بی تروه من اصلا غیر منطقیه که یه مثلا 12 برابر ریترن داشته باشه اینا خارجی ها میگن دیگه میگن if something is too good to be true it usually is. آره یعنی خیلی آره بگو یه yes, so, همین مثلا مثال ای که زدی مثلا ای میاد میگه آقا هر کی که این پول رو به گوگل میده میگه مثلا من 10 دلار میدم هر کی ایبی سرچ کرد اول هم عد خودم بیاد هم هم حالا اون بر اساس اون اس ای او سایت ایبی میاد آیا یکی میتونه بیاد مثلا 12 دلار بده کسی بی رو تایپ کنه سایت اون تو اون بیاد فکر میکنم تون... من دقیقا الگوریتمش ولی این حالت بیدینگ روش انجام میشه شرط میذارن کمپانی های مختلف هر کی عدد بالاتری بذاره جمع. که کی عدد بالاتری بزنه میتونه اون شرطه رو ببره و مثلا اسم تبلیغش بالاتر بیاد روی اسمای مشخص که مثلا ایبی یا اینا با شرط دقیق نمیدونم این اتفاق مم. میفته من میگم خودکست رو بریم بزنیم جای گوگل <تصفح> هر کی زد گوگل اول <تصفح> خودکست بیاد بالا آره ولی مثلا چون کفش بزنی تو میتونی پول اگه ایبی پول بده مثلا 10 دلار بده اسمش بالا بیاد یکی دیگه 20 دلار بده قطعا اسم میاد بالا اینو مطمئنم ولی اسم مشخص رو نمیدونم حالا خلاص این میاد حرف میزنه که این رو بکنید شما همون ترافیک رو قبلی رو میگیرید و هیچ می اتفاقی براتون نمیفته اون مشاورا میان حرف میزنن که نه این کار این کارو انجام بدید پنج درصد اصلا فروش کم میشه این اینا میان تست میکنن توی بازه مشخصی تست میکنن اونو ور میدارن برند کیورد رو یه چیزای دیگه هم مثلا واسه کفش و تیشرت و اینا رو هم ور میدارن که قدیم سرچ میکردی ایبه اول میومده اینا رو میان ور میدارن هیچ اتفاقی نمیفته هیچ تغییری ایجاد نمیشه خب بعد ایشون محاسبه کرده ای که به ازای هر دلاری که ایبی روی این قضیه خرج کرده 63 سنت ضرر داده اونا داشتن میگفتن هر یه دلار 12 دلار چجوری داشتن میدیدن اونا داشتن میدیدن که حالا عدد دقیقش اینجوریه 20 بی... میلیون دلار مثلا توی یه سال داشته هزینه میکرده که اسمش اول بیاد بعد سودشون مثلا 245 ممیز 6 میلیون دلار بوده خب اینو تقسیم میکردیم میشه 12 در صورتی که اینا نمیدیدن درست نمیدیدن که اگه اون 20 میلیون دلار هم خرج نکنن همچنان 245 میلیون داره برمیگرده اشتباه داشتن آره بعد بهش گفتن که بیا همین تست رو روی افیلیت مارکتینگ هم انجام بده که این افیلیت مارکتینگ اینه که مثلا شما یه اینفلوئنسر یه مثلا دافی هست یه جایی بهش میگه مثلا پادکست مثلا مثال دیگه پادکست مثلا یه لینک میگیره توی آمازون مثلا ما چه این میکروفون خریدیم میتونیم از آمازون یه دونه لینک بگیریم برای میکروفون که اگر کسی از ما پرسید شما میکروفونتون چیه ما اون لینک رو براش بفرستیم اگه کسی از لینک ما خریداری بکنه یه پولی هم به ما میرسه حالا یه پولی به شما آره یه درصدی از اون خرید حالا لزوما حتی ممکنه اینجوری هم نباشه اینجوری که تو یه پولی به طرف مینی که اینو نشون بده مثلا اینفلوئنسر روی اینستاگرام هست شما میری بهش میگی که اسم خودکسته به کار ببر فلان مثلا شلوار یوگا رو بفروش خب تبلیغ کن بگو من اینو پوشیدم به افیلیت مارکتینگ به میگن که برو اینم تست کن دیگه ببین چه جوریه خب خیلی بال رئیس اون بخش که مسئول این قضیه بوده میاد به این آقای استاد دانشگاه میگه که تو برو اینو تست کن من کاملا باهاش اوکی ولی اگه داده ها آخرش جوری در اومد که نشون داد اینم مثل اون برند کیبورد تاثیرگذار نبود من حرف تو باور نمیکنم بعد اینم بهش میگه که اگه این داستان برای شما مثل دینه من کاری نمیتونم براتون بکنم من مشکلی با دین ندارم ولی تو این قضیه دین جایگاهی نداره یارو یعنی مثلا باور داشته که این قضیه مفیده حتی اگه دادهای خروجی بیاد نشون بده که این قضیه مفید نیست <applause> این داستان خیلی سر صدا کرد این تحقیقی که روی ای بی انجام شد خیلی سر صدا کرد و کمپانی دیگه خیلی خبرگزاری اونو کاور کردن و شاید مثلا یکی این خبر و خروجیش رو ببینه که این تبلیغات اصلا بی تاثیر و اثری نداره انتظار داشته باشی که بعد این داستان دیگه تبلیغ نکنه آره. اصلا. ولی فقط ده درصد کم شد میزان پولی که کمپانیا اومدن روی این داستان خرج کردن که خب. این خیلی عدد عجیب غریبی بعد داستان چیه همه ماها اینجورییم که خب کمپانیا که دارن تبلیغ این همه پول تبلیغات میدن لا سود داره م. اقتصاددان هم خیلیشون همین فکر رو میکنن میگن که لابد براشون سود مثلا برای ما همیشه سال بود این تبلیغاتی که روی یوتیوب میاد همه ما ها منتظریم که این بگذره دیگه اگه مجبوری ببینی باید بگذره به محض اینکه بتونی ردش کنی که ردش میکنی البته شما اگه که دارین تبلیغ خود کسا میبینید نگاه کنید دیگه اگه میتونید کلیک کنید بهت خرید کنید نه نکنید این کارو پوست کردی. پوسته بردست آره همه ما اینجوریم که لابد تأثیر داره که اون کمپانی اونقدر داره خرج میکنه ولی امروز قرار این قضیه رو بررسی کنیم ساهرا تاثیر نداره خب خیلی جالب مثلا تبلیغایی که وسط سوپر بول میشه تو آمریکا آره اونا دیگه وحشت بعد داستان چیه میگه بنچمارک هایی که برای این تبلیغات هست یعنی بنچمارک هایی که میان میزان اثرسنجی این تبلیغات رو بررسی میکنه میگه همشون گمراه کننده است دقیقا همون سلکشن و ادورتایزینگ افکت رو در نظر نمیگیره چجوری فرض کنید که مثلا کمپانی آمازون میاد پول میده به فیسبوک و گوگل که شما برای من کلیک بخرید یعنی تبلیغات منو یه جایی بذارید که آدما بالاخره ترغیب شن بیان رو وبسایت من کلیک کنن این وسط فیسبوک و گوگل چون دسترسی به داده دارن میرن چیکار میکنن میرن تبلیغ آمازون رو به کاربرایی نشون میدن که کاستومر آمازونن مشتری آمازونن اف به صورت خودکار قراره بیاد اون قضیه کلیک کنه و این کار رو انجام میده خب این دقیقا همون نوجوان باهوش است که میرفته به کسایی که آره اون قرار بوده بالاخره برن تو اون رستورانه ورقه رو میداده آمازون هم فیسبوک و گوگل هم میان همین کار میکنن دیگه لامصب دزدی به دز بزنه دیگه شاه دیگه از آمازون داره می حقه. آره. جالبه. پشت به دوربین آره بعد آها آه یه فاکتور هست که خیلی وقتها در نظر نمیگیرن توی این بنچمارک ها میگن رفتار کاربر آنلاین خب اه. کاربر آنلاین با کاربر آفلاین رفتاراشون متفاوته و این تفاوت رفتار میتونه تاثیر بذاره روی حالا کارآمدی این تبلیغا و این رو درست نمیتونن ایزوله کنن یعنی این رفتار رو این فاکتور مهم رو نمیتونن کنار بذارن برای همین داده هایی که ازش در میاره همیشه کثیفه اون مثلا یه دلار دوازده دلاره داده کثیفه چون میگه یارو آره روی این لینک کلیک کرد و اومد توی سایت ولی بله خب اون لینک ورداری رو اون لینک کلیک نمیکنه میره روی رو لینک مجانی وبسایت تو کلیک میکنه اه اه اه. این داره اینو میگه می، میان یه تستی رو میکنن یه در واقع مطالعه انجام میشه میان به یه، به یک گروه تبلیغ یه ماشینا مثلا نشون میدن میبینن کسایی که تبلیغ این ماشین رو دیدن دوازده برابر بیشتر رفتن وارد وبسایت اون ماشین شدن تا کسایی که تبلیغ رو ندیدن موفقیت دوازده برابر باعث شده که بیشتر کلیک کنن بعد میان تبلیغ مثلا یه انجیوی که راجبه مثلا محافظت از یه حیوونه رو به اون آدم های آنلاین نشون میدن همچنان دوازده برابر اون آدما بیشتر کلیک میکنن روی وبسایت اون ماشینه ماشین. تا آدم هایی که تبلیغ رو ندیدن چون انجیو حیون که چیم. به تبلیغ ماشین رو نتیجه گیری اینه که رفتار کاربر آنلاین فرق داره کاربر آنلاین کلیک میکنه سرچ میکنه میره مثلا تبلیغ ماشین رو میبینه تا کاربر آفلاین برای همین, همین اکثریت این بینچ مارک مشکل دارن کورلیشن و کازیشن اینجا آره اینو که گفتی یادم افتاد من اونو نوشته بودم ولی امیدوارم که ردش نکرده باشه آره حالا راه حل چیه راه حل اینه که بیان تفکیک کنن <تصفيق> <تصفيق> آه. آه آره فرهاد یه دمج عجیبی به این کاغذ کارون زد قبل از ضبط یه آره یه سری ما یاد ریخ روش که نباید برای همین ما فکر کنیم آه. یه سری از نوشته های کارون پاک شده آره مثلا کاری که دیگه ای که میکنن این حالا کمپین های تبلیغاتی و این تیم های مارکتینگ و معمولا هم اینا که لباس های چیز میپوشن چی مثلا کاری که میکنن میگن که آره توی کریسمس تبلیغات رو بیشتر میکنن و میان میبینن که فروش هم بیشتر شده نتیجه میگیرن که تبلیغات بیشتر باعث فروش شده بیشتر شده این دقیقا همون چیزی که فرهاد گفت کورلیشن این دو تا کورلیتدن آره تبلیغ بیشتر شد فروش هم بیشتر شد ولی آدما توی زمان کریسمس به خودی خود بیشتر خرید میکنن حالا الان من میگم بعد میگن که شماره اپیزود شماره اپیزود یادم نیست هایی در مورد این اصلا اپیزود رفتی خب نگو نه حالا همین یه تیکه که مثلا در مورد چه گفتی هایی که مصرف بستنی با خود همون اپیزود کورلشن کازشی داره نه اینو این, این مختص تبلیغاته که چه جوری مثلا کمپانیا و تیمایی که تحلیل میکنن داده تبلیغات رو اشتباه میکنن مثلا میگه که آقا توی بازه مثلا تعطیلات عید ما تبلیغ رو بیشتر کردیم فروش هم بیشتر شد ولی فروش بیشتر لزوما از تبلیغ بیشتر نمیاد از چیز دیگه ممکنه بیاد چون تو عید بالاخره آدم ها بیشتر خرید میکنن حالا راه حل چیه راه حل اینه که بیان تفکیک کنن سلکشن و ادورتیزینگ رو. یعنی بتونن جدا کنن ببینن آدمایی که رفتن توی اون وبسایت به خاطر تبلیغه رفتن یا اصلا خود به خود قرار بوده برن حالا تبلیغه رو دیدن سریعتر رفتن میاد یه تحقیق روی فیسبوک انجام میشه روی دادای فیسبوک میان 15 تا آزمایش مختلف رو انجام میدن توی یکی از این آزمایش‌ها برآورد شده بود 1490 بار باید یک تبلیغ دیده بشه تا یکی روش کلیک کنه خب از قبل گفته بودن عدد اینه عدد خیلی خوبیه 1490 بعد رفتن این ادورتایزینگ افکت و سلکشن افکت رو جدا کردن دیدن عدد 14300 باره ده برابر بیشتر از چیزی که اینا فکرش میکردن یعنی تو اون عدد اولیه که داده بودن اینجور آدم خود به خود داشته میرفته دیگه حالا اون وسط هم بهش این ورقه رو دادی گفته بود توی 15 تا آزمایش هفت تا از این 15 تا تاثیر ادورتایزینگ افکت از لحاظ آماری صفر تلقی می شده. یعنی تفاوت معناداری با صفر نداشته یعنی هیچ گونه تأثیری نداشته کلا توی بررسی این موارد اونا که همیشه آمار به کار میره کلا تو فهمیدن دنیا آمار خیلی لازمه چون تعداد زیاد شما همیشه باید نمونه برداری کنی واسه فهمیدن درست نمونه لازمه که آمار به کار بره این توی این قضیه وقتی تونستن جدا کنن سلکشن افکت و افکت رو دیدن که با صفر تفاوت معناداری نداری یعنی بی تاثیر کاملا بی ترسیر. و این قضیه توی مقاله های زیادی به کار برده شده این آزمایش 15 تا آزمایشی که من گفتم و یه مقاله شو اسمش میگم کسی دوست داشت میتونه بره بخونه آقای برت آر گوردن اتال بقیهشون یه پیپر دارم به اسم A Comparison of Approaches to Advertising Measurement Evidence from Big Field Experiments at Facebook این یه تقریبا یه پیپر یه پیپر دیگه هم هست دوباره به همین قضیه بی تاثیر بودن اشاره داره uh, the unfavorable economics of measuring the returns to advertising mm -hmm. این تحقیقات همشون اعداد و ارقام داره نشون میده که تاثیر خاصی نداره نیست. آره و حالا اون مهندس فیسبوک گفته بود که بهترین مغزها دور هم جمع شدن که کاری بکنن که شما روی یه سری تبلیغ کنید کلی. کن. یعنی سخت سخته تو آدما رو قانع کنی که بیاد یه چیزی رو بخره با دیدن عکس و فیلمی که دوست نداشته ببینه تو تبلی... ما اعتراض زیاد میگیریم دیگه روی ویدیو یوتیوبمون تبلیغ داره زیاد جدید زیاد؟ رو بعضیاش آره میگن تعداد تبلیغ ها زیاده اینا واقعا خب اون آدم نیومده اون تبلیغ ها رو ببینه با دیدنش هم احتمالا تاثیر خاصی روی ذهنش ایجاد نمیشه ولی همچنان این اتفاقا داره میفته خرجای وحشتناکی داره میشه حالا آخرش تبلیغات ما روی هفت و نیم دقیقه 15 دقیقه سی چل و پنج یه ساعت یه ساعت و هفت دقیقه آره حالا کانتنت اون خیلی چیز نبود اون جمله اولی که گفتم که اون استاد دانشگاه اقتصاد اقتصاددانه گفته بود که خیلی سخته باور آدم ها رو نسبت به چیزی عوض کنی که بر پایه دلایل مدون و مستدل نیست این داستانش این بوده یه کالتی بوده ما راجع کالتی دور صحبت کردیم یه گروه فرقه ای بوده که اینا باور داشتن که دنیا قراره توی 21 می 2011 تموم بشه این آقای اقتصاددان میره وسط اون کالته قبل 2011 یه آزمایش رو طراحی میکنه بینای پولی رو میده آه. به همشون ولی بهشون میگه که اگه تو این پوله رو حاضر باشی بعد 21 می 2011 بگیری پول بیشتری میگیری تا 500 دلار مثلا بیشتر داشته بهشون پول میداده واه. اون آدما قبول نمیکردن چون این جمله رو اونجا گفته بود چون عقاید اونا بر مبنای باورایی بوده که وجود خارجی نداشته و نمیشدم اثبات بشن یعنی مستدل مدون نبوده این خیلی نمیتونسته باورش نواز کنه حتی پول بیشتر هم بهشون میداده حاضر نبودن بعد از روزی که اینا انتظار داشتن که دنیا تموم بشه اون پول رو بگیرن چون انتظار داشتن دنیا تموم بشه خب <متصف> خیلی از باور ما اینجوریه دلیلی نداره ما صرفا باور داریم مثلا دیشب که اینا داشتن می به این فکر میکردم توی حالا آمریکا و کانادا مخصوصا هزینه تحصیلات زیاده وحشتناکه خب هست عالیه آره آره دانشگاه و اینا نه مدرسه هزینه زیاد حالا دانشگاه اینا بهت وام میدن ولی خب ای اینا عدد بزرگیه و آدم هم لزومن فکر نمیکنن قبل از انتخاب اون مسیرا خب او؟ بله ها. بله درست این دوباره تحقیم احتمالا انجام نشده ببینن کسایی که رفتن دانشگاه چند درصدشون درآمدشون اختلاف معناداری داشته با کسایی که نرفتن که ما میبینیم اصلا اتفاقا کسایی که نمیرنم از مسیر دیگه بعد. از مسیر دیگه پولای عجیب غریب دارن در میرن. اگه معیار صرفا پول باشه من اصلا کاری با اون حالا دانشی که شما دوست دانشگاه کسب میکنی ندارم این دوباره از اون مفاهیمی که تو ذهن ما هست لزوما هم روش تحقیق نشده کسیم هم امکنه روش فکر نکنه ولی تو ما مخصوصا خانواده ایرانی که بچه که اصلا لیسانس نگیره که بی سواد فوق لیسانس دکترا خب نمیدونی واقعا اون اگه اون کارو نمیکرد تو چه جایگاهی قرار گرفت اون 5 6 سالو شاید یه جوری دیگه بود آره حالا آخر این این همه حرف زدیم و این همه تحقیق و اینا انجام شده اینه که آیا واقعا تح... تبلیغات مفیده یا نه تبلیغات دیجیتال و اینا جواب اینه که کسی نمیدونه جوابشو چون در جواب واقعی بسیار سخته یه مفهومی توی آمار هست به اسم کانفیدنس اینتروال بله داستانی که شما وقتی که یه جامعه آماری بزرگ دارید شما هیچ وقت نمیتونید کل جامعه آماری رو مورد مطالعه قرار بدید به صورت مثال مثلا میخواین میانگین قد آدم‌های یک کشور رو در نظر بگیری اندازه, اندازه گیری کنی همه را ارتشی وای نمیتونی بگی آره فراد اندازه عجیب عجب قریبی رو اندازه گرفتن برای ملیت های مختلف نمیتونی بری همه آدم ها رو جمع کنی بشماری که آمار کاری که میکنه اینه که میگه شما نمونه برداری کن یه نمونه بگیر رندوم میانگین اون نمونه مثلا نماینده میانگین جامعه است مثلا به جنگ 80 میلیون ایران ها چیز کنی مثلا بیا ده نفرش اندازه بگیر فراد بگیر آره حالا ممکنه اون ده نفر رو اندازه بگیری اونا خوششانس شانس باشی همه قد بلند باشن نمیتونی بگی جامعه ایران مثلا همه قدشون بلند یا بعد شانس باشی همه کوتاه باشن منطقی نیست که بگی میانگین قد این ده نفر نماینده میانگین قد آدم های ایرانه کاری که میکنن این مفهوم کانفیدنس اینترواله توی آمار که میگن که یه عدد با یه درصد مثلا میگه به کانفیدنس اینتروال 95 درصد میانگین قد ایران مثلا فلانه که این یعنی چی یعنی اگه شما مجبور باشید اون آزمایشی که انجام دادین رو بارها و بارها تکرار کنید داده های تصادفی مختلفی رو از جامعه جدا کنید یعنی نمونه برداری تصادفی انجام بدی بارها و بارها اگه این کار رو اه اه تکرارش, تکرارش بکنید پنج درصد آره ببخشید من گفتم یه عدد نیست یه بازه میده با یه درصد میگه اگه بارها و بارها این کار رو انجام بدی 95 درصد مواقع میانگین واقعی توی اون بازه بازه. یه که تو داری آه. اعلام میکنی خب برای همین همیشه خوبه که اون بازه که اعلام میشه کوچیک باشه تو نمیخوای یه بازه بزرگ بدی مثلا به تو میگن برو میانگین قد ایران رو بگیر بیای بگی مثلا با کانفیدنس اینتروال 95 درصد میانگین قد بین 120 تا 2 متر و دهه خب اصلا به, درد هیچ کسی نمیخوره خیلی دقیقه ولی هنر نکرد میتونه خیلی دقیق تو همین الان بشینی مجانی همین عددو بدی دیگه خب این خیلی حرف غیر منطقیه توی تبلیغات هم ظاهرا همینه کانفیدنس اینتروالی که وجود داره خیلی بازه وسیعیه مثلا از منفی چنم به ازای هر یه دلاری که یه کمپانی خرج کنه دیدیم اون استاد دانشگاه آقای استیون توی ای بی حساب کرد 63, سنت داره ضرر میکنه میگه yes. مثلا با کانفیدنس اینتروالش اینجوریه که ممکنه از منفی چم مثلا 63 سنت باشه تا مثبت 50 سنت و این دقیقش رو کسی نمیتونه اندازه گیری کنه واقعیتش اینه و کمپانی هم توی اون قضیه باوریان که بر اساس واقعیت نیست این همه خرج میکنن و کاری هم کرده اینه که این همه هول و ولایی که افتاده توی حالا اینستاگرام و آدما اینفلوئنسر میشن زندگیشونو میذارن اینفلوئنسر بشن توی یوتیوب میان ویدیو تولید میکنن اینا همش به خاطر وجود تبلیغاته خب خیلی از پادکست هایی که تو دنیا وجود داره خیلی از برنامه ها اصلا شما گوگل و این جیمیل و اینا رو استفاده میکنید مجانی چرا چون پولش داره از تبلیغات میاد <applause> یعنی از پول از تبلیغات نیاد اون قضیه وجود خارجی نخواهد داشت. شما برای همه اون سرویس ها باید پول خیلی سرویس های دیگه که ما مجانی استفاده میکنید 99 درصد پادکست هایی که شما گوش میدید برنامه هایی که میبینید اینا همه مجانی داره تولید میشه مجانی به سمع و نظر شما میرسه شما میتونید مجانی ازشون استفاده کنید مجانی نیست دیگه پولش دیگه آره به ظاهر <applause> مجانیه نه این به خاطر اینکه داره پولش از تبلیغات بیاد ولی واقعیت اگه این باشه که تبلیغات تاثیر نداره این همه مطلبی که تولید میشه این همه آدمی که اینفلوئنسر میشه این همه آدمی که ماته. آره و اعدادم داره این رو نشون میده که این داستان حقیقت داره که این تبلیغات بی تاثیره ولی اینکه آدما چقدر میخوان بهش گوش بدن و نمیدونیم نمیدونیم هم چرا این اتفاق نمیافته ولی میگن که حالا بحران بابل دات رو مقایسه میکنن با این قضیه دات کام اینجوری بود وقتی که تازه حالا اینترنت و اینا بود خیلی همه اومدن سرمایه گذاری وحشتناک کردن یه حبابی به وجود اومد و اون هبابی که ترکید خیلی از کمپانیا ها شدن به خاطر اینکه حالا در واقع اون اینفراستراکچر اون ساختار درست حسابی نداشتن روی تکنولوژی اینترنت که اومده بود ولی از دل اون یه سری کمپانیای های مثل مثلا گوگل اومدن بیرون که خیلی هم موفق شدن و سرویس های عجیب غریبی ارائه میدن این هم میگن میتونه بابل ادورتایزینگ باشه این الان ما تون بابل ایم بابل این ادورتایزینگ ها به ناخودآگاه ما و به پروروندن ناخودآگاه ما کمک نمیکنه یا حتی کرده باشه تا الان ما اومده باشیم تو این مسیره میدونی اون اون دو تا چی بود گفتی سلکشن سیلیک... و آره. advertising افکت میدونی یه داده ای ما بعد یه دورانی گرفته باشیم توی بازه یه سری چیزها رو باید گرفته باشیم که الان مثلا بریم کوکا پپسی رو برداریم یا مثلا آره دیگه کاری که این تحقیقات میکنن همینه دقیقا اون رو میکنن که ببینن اون advertising افکت دقیقا همون ناخودآگاه هم توش هست که تو اگه رفتی اون کمپانی اون محصول رو خریدی روی اون وبسایت کلیک کردی مم. به خاطر اون ادورتایزینگ بوده یا تو حالا نوشابه نیاز داشتی رفتی اون رو خریدی پس این همه ما گفتیم توی اپیزودهای مختلف که اینا دارن ناخودآگاه ما رو دستکاری میکنن به ما چیزهای مختلف میفروشن زیاد هم اینطوری نه ما خودمون دلم میخواسته اونا رو بگیریم اون اون جداست اینکه حالا اونا چه جوری ناخودآگاه رو دستکاری میکنن شدن یا یعنی نه این تحقیقات داره صرف این که اون تبلیغ مسمر امر واقع شده یا نشده رو بررسی میکنه خب دیگه اون تبلیغه ببین تو فقط یه اینستنس خاص که نیست که یه پروسه کامله که میاد ذهن ما رو مثلا درگیر میکنه هزار تا جای مختلف مثلا میکارتش تو ذهنمون فلان یوتیوبری که نگاه میکنی مثلا داره اون رو استفاده میکنه فلان اینستاگرامر داره ازش تبلیغ میکنه یه پروسه یه تا تو رو برسونه به اون چیزه حالا شاید تو آخرش که میخوای بری مثلا بخیر رو دکمه کلیک نکنی ولی توی ناخودآگاه پرورونده شده دیگه برات خب اینا اینا رو اندازه گیری کردن دیگه من دیتیل این رو نخونم ولی بری دیتیلش میگه نیست راههایی دارن که اینو آیزولیت کنن میگن مثلا اون کیورد برند کیورد ادورتیزینگ ای بی تاثیر بوده 20 میلیون دلار در سال داشتن دور میریختن اون بنری که تو فلان سایت میزدن بی تاثیر بوده دور میریختن تبلیغ ماشین بی تاثیر بوده آدما آدمای آنلاین داشتن 12 برابر بیشتر کلیک میکردن آره ولی احساس میکنم این مثلا پرسونالایزد ادورتایزینگی که وجود داره که مثلا چه آنباکس آن میاد می یه دونه دوربینو برمی داره آن باکسش میکنه نشون میده کار کاراییشو نشون میده و اینا اونها احتمالا خیلی میتونه موثرتر باشه تا اینکه کیورد مثلا بزنی ای بی یعنی من حالا خودم شخصا اگر بخوام بخرم 17 تا آنباکسین میبینم چهار تا ریویو میخونم مثلا سعی میکنم 4 تا کاربورد و مثلا اینا ازش نگاه بکنم یعنی الان دیگه نمیرم روی گوگل مثلا بزنم که بست کم را فلان میرم مثلا واقعا میبینم کسایی که دارن از اون کاری که من میخوام بکنم و دارن استفاده میکنن از یه سری ایکویپمنت ببینم ایکویپمنت ها چیه ولی خب آره این هم که همین اونایی هم که میبینیم لزوما اون کار رو درست انجام نمیده دیگه اون طرف یوتیوبره یعنی میخواد ویو بگیره همین مثالش مهمونی که هفته آینده داریم یه ویدیو درست کرده راج که چقدر این یوتیوبرا اشتباه اطلاعات غلط دقیقا توی همین آنباکس کردنه دارن میدن به یه مفهومی که اصلا علمی غیر قابل انجام شده نه رو یاره داره تحقیق میکنه و داره تبلیغش رو میکنه چون خودش هم سوادش رو نداره ببینه واقعا این درسته یا نه خب اه... همین دیگه میخوای ببینید هفته آینده کیه تا قبل بله بگیم بفرمایید هفته دیگه با آقا مهدی از چنل الکترو بوم چنل یوتیوب الکترو بوم در خدمتشون هستیم برای صحبتی باشون داشته باشیم من خودم شخصا چندین سالیه که با چنلشون آشنا هم و محتوایی که درست میکنن خیلی مرتبط به یعنی با برق و این چیزا سر خیلی علمیه در واقع ولی در عین حال کمدی هم داره و خیلی در واقع محبوب بین حالا اون طرفدارایی که دارن توی فکر میکنم کل دنیا و آره خیلی خوشحالیم که شما مسابقه کنیم فکر کنم خیلی هم باحال بشه آره حالا توی اینستاگرام که بیشتر ایشونو معرفی میکنیم شاید یه چند تا از ویدیوهاشون کلیپ های مختلفشو بذاریم که شما بیشتر بشناسید ولی اگر که ما رو میشناسید عجیبه که ایشونو نشناسید با 4 میلیون سابسکرایب مطالبشون هم انگلیسیه دیگه آره مطالب همه انگلیسیه ولی خب ما یه مسابقه فارسی فکر نکنم تا حالا کسی باشه مسابقه فارسی نه، کرده باشه من باید که پیدا نکردم امیدواریم که خیلی جذاب و دیدنی بشه برای همین هفته دیگه یه اپیزود طولانی احتمالاً خواهیم داشت اومتی او اومتی در ادامه این بحث تبلیغات من مثال بزنم بفرمایید مثال ماشین و اینا سرعت بدی به خودت من دارم سکشته آره. میکنم اینجا چیزش هم میکنم. دیگه کارش نمیتونم کنم نه شما حرف بزنید <تصفح> بابا شما کارتون بکنید دیگه میتونیم چیز کنیم دیگه این این اپیزودو سریع تمامش کنیم که تو نه نه بابا شما حرفتونو بزن من خودم این خاطره دارم توی تو حالا دیتیلینگ ماشین و با بازسازی رنگ و بازیابی رنگ و اینا یه مبحثی هست به نام سرامیک کردن رنگ یه لایه محافظتی دست چی نه. <applause> سر ما برگشت یه لایه محافظتی شیمیایی میزنن روی رنگ که هم به محافظت از رنگ کمک میکنه هم به به زیبایی رنگ یعنی خیلی رنگ براختره شفافتره تمیز کردنش هم خیلی راحت ایمان تایید کردی یا زیاد؟ بله بر تایید بر... کرد آره بعد خب برنده مختلفی هستن توی دنیا سوئیس فعالیت داره آلمان فعالیت داره توی این قضیه و انگلیس شک... کشورهای دیگه هم هستن ولی یه برند هست توی کل دنیا به نام سرامیک پرو و این توی همه برندهایی که هست میزان تبلیغات و نوع تبلیغاتش از همه متمایزتر و بهتر بوده تا الان حداقل و انقدر این سر زبون افتاده و انقدر همه جا داره استفاده میشه اینا که بعضا این تکنیک رو با این اسم اشتباه چیز میکنن استفاده میشه همه میگن بیا ماشین تو سرامیک پرو بکن در صورتی که سرامیک پرو اون برند یک یک برند از سرامیک است چرا راه دور میری پادکست آره <تصح> <تصح> ما یادتون میاد اوایل که ما کرده بودیم مثلا برای ما پیام میذاشتن میگفتن خودکست فلانی رو هم گوش بکنید آره آره زیباست یعنی میگم توی این قضیه چشمی ها از هواده ها از تبلیغ منم آه اینو رو داشتی آره. آره این راجب دیجیتال ادورتایزینگ این داره میگه اون تبلیغاتی که حالا شما توی گوگل میکنید توی یوتیوب کمپانیا دارن پول میدن اونا لزوما چیز نیست میگم ولی خب اونم نباشه کار کاسه بیاد خیلی کساده دیگه کارو اینجوری گفت که اصلا گوش ندهید اون چیزی بود نه نه گوش بده نه نه اصلا معنی که ویدیوهای نه کسی نمیگه تبلیغ موثر نیست مبحث راجبه بابلیه که روی تبلیغات آنلاین هست حالا مثلا در آینده حالا تحقیق دقیق تری انجام میدن میگن تاثیر گذاریش کمتره بعد باعث میشه قیمت این تبلیغات بیاد پایین آره. تر میگه که اکثر این کمپانیا ها اصلا نمیرن بسنجن ابزاری ندارن که بسنجن که چقدر این تبلیغات موثر بوده متریک ارائه میشه کلیک ثرو ریت گوگل و فیسبوک به شما میگن که ما این تبلیغ رو فلانجا گذاشتیم مثلا یک دهم درصد آدمایی که تبلیغ رو دیدن روش کلیک کردن ولی داریم میگه این بنچمارک ها بنچمارک های غلطیه چون اون آدما به خودی خود داشتن اون کار رو انجام میدن و اعداد آمار ارقام آماری هم داره این قضیه رو نشون میده داستان اینه که تبلیغات دیجیتال لزوما مفید نیست من کمپانی اینترنتی که منو فراد باشیم کمپانی سرچ کنین همون لینک اول با تبلیغات میاد همیشه همیشه میدیدم با شما خوبید کارتون بی‌نظیر چرا علکی پول میدید اونجا من لینک سوم که لینک خودتونه و مجانی هر همیشه کلیک میکنم اینه داستان منم حالا بحث این شد که گفتی یه گروه خیلی باهوش میشینن مثلا که این تبلیغا رو دیزاین کنن اینا خیلی کم پیش میاد به خصوص رو یوتیوب نمیدونم شما تجربه کردین یا نه همینطوری گفتی آدم منتظره که تبلیغ تموم بشه و فیلم رو ببینه اون ویدیویی که هست ولی بعضی موقع انقدر اون تبلیغ خوب ساخته شده که تو اون پنج ثانیهی که طول میکشه تا اسکیپش کنی تو رو هوک میکنه دیگه دقیقا و تازگی یه تبلیغ دیدم میخواستم اون رو بگم الان تو فصلی هستیم تو کانادا آمریکا رو نمیدم که همه باید مالیات سالیانشون رد کنن به دولت بگن آقا ما اینقدر درآمدمون بوده درآمدمون بوده اینقدر مالیات دادیم و اینها بعد خب میتونی بری به سری سرویس هست هم مثل هستن که اینو از طرف تو انجام میدن یا خودت از طریق یه سری وبسایت هایی که دولت اینا رو در واقع امن هستن اونا رو تو خودت شخصی میتونی رد کنی بعد جالب بود خب من چند سالیه که با یکی از این وبسایت کار میکنم و دقیقا این همینه که کارون میگفت این تبلیغی که اومد واسه من چیزی نبود که او مثلا من در موردش ندونم خب من میرفتم 100 درصد همین وبسایت از طریق لینک دیگه ای که داشتم ولی تبلیغش خیلی باحال بود این بود که حضرت نون روی صندلی اون پشتش دارن کشتی رو درست میکنن و حیواناتو میبرن تو و اینا یه لپتاپ گذاشته رو میز بعد مثلا توی این وبسایت سوال میپرسه که مثلا سال پیش شغل جدیدی شروع کردی یا پروژه جدیدی شروع کردی بعد به این سوال که میرسه نور یا نگاه میکنه به چیز کشتی <applause> <بیه> کشتی <applause> میزنه یس خیلی باحال بود من مثلا نشستم تا تای اون رو دیدم و با اینکه میدونستم اون سرویسم آره. ولی خیلی کم پیش میاد که این تبلیغای باحال درست کنم به هر حال تبلیغ باحال ساختن یه بحثشه بحث اینکه اون یا افکتی رو بودنه رو آره. نه اون تبلیغ رو تو دیدی اون هم دوباره این یه جوری آنالیز کرده تو رو حالا اون دیتا های تو رو داشتی که الان حالا تو فصل تکس همه دارن این کارو میکنن و میدونسته که تو داری اون کارو میکنی اون اومده به تو اون رو نشون داده اون انجینیرای فیسبوک و گوگل کارشون اینه اینا دیتا ها رو آنالیز میکنن میدونن چه تبلیغی رو به کی نشون بدن بهترین مغزا داره تو این داستان احتمالاً هدر میره دیگه خب تو تو ایمان چیزی داشتی من یه اتفاق جالب افتادین هفته ای که گذشت یه حساب بانکی و با برای یه کمپانی باز میکردم بعد به ایمیل زدم به این بانکی و بهش گفتم که آره میخوام حساب بانک باز بکنم و اینا الان تمام اپوینمنت هم چیزه ویرچواله مجازی پایه مثلا تلفن با طرف صحبت کردم و خودم معرفی کردم و یه سری داکیومنت خاصی فرستادم و اینا بعد گفتش که اوکی بیا کارت تو کارت بانکی تو میتونی بیای پیکاپ بکنی گفتم که اوکی رفتم کارت رو پیکاپ کردم اومدم خونه دیدم که آنلاین بانکینگش کار نمیکنه گفتش که بهش ایمیل زدم گفتش که بیا یه شماره کارت دیگه بهت میدم با این امتحان کن ببین کار میکنه یا نه بعد امتحان کردم دیدم که آره کار میکنه و اینا گفتش که اوکی من یه کارت دیگه برات میذارم توی شعبه مثلا امروز پنج بود گفتش که ما جمعه و شنبه هستیم یک و شنبه و هم نیستیم اگر رو میخوای بعد مثلا توی مدت بعد بعد از اپیزود خودکست که تمام شد هفته پیش یارو دیگه من رو زنکش که دادش ما داریم میبندیم میای یا نمیای چه جوری داستان گفتم که بهش گفتم که آره باش من میام بعد ببین خسته و اینا او بودم شما رفتیم من گرفتم خوابیدم و اینا اصلا داغون بودم بعد مثلا فکر هم سه بار به من تو طول روز زنگ زده بود فراد میگه که امروز اومده میگفت آره تو ایمیل عجیبی گرفتی که توی اپیزود قبلی یه رنگت پریده و اینا من اصلا یاد این نبودم که باید کارت رو پیکاپ کنم بعد رفتم پیشش مثلا دارن میبندم مغازه رو بانکو. بانکو بهش میگم که کارت رو آن داده و میگه که از این میخوای استفاده بکنی گفتم که خب قاعدتا آره دیگه این کار نمیکنه اینو فقط برای شمارش داشته باش توش اسکلی یعنی ما رو کشوندی از خونه آوردی تو بانک یه کارت رو آوردی که بگی کار نمیکنه گفتش آره کارتی که کار میکنه رو پست کردیم برات داریم یا یعنی تو تا حالا سه تا کارت این دست اون دست شده گفتم دادش خب بگو کار نمیکنه دیگه من برای چی بارنشم بیام اینجا گفت شماره گفتم ایمیل کردی شماره رو اصلا ببین اصلا نمیدونستم اون لحظه بعد عصبی شده بودم خسته بودم اصلا اینطوری بودم که دادش دل, دل بکر از آره دل بایدیت بایدیت من, من میرم <applause> تو به همون کارت هم نگه دارم من همون که اومده استفاده آره خلاصه خیلی عجیب بود این کار نمیکنه بیا ولی آمد. کار نمیکنه آره <تصفح> <تصفح> بگم <بکرم>. بگم <بگوی> <تصفح> دیروز داشتم کار میکردم ساعت مثلا چهار پنج است اینا تخت تخت یکی در میزنه اینجا <تصفح> اصلا چیز مرسومی نیست شارژر میخواست در رو باز کردم یارو میگه که آره ما طبقه پایین دقیقا خونه پایینه تو داریم کار میکنیم آب لیک کرده اصلا از واحد واحد شما سن دیدم این اتفاق بدیه دیگه ولی اصلا اینجوری گفتم گفت تو چیزی دیدی گفتم که نه من نه گفت میتونم تو بیام نگاه کنم گفتم بیا اومد رفت نگاه کرد و این مثلا انباری و دستشویی و فلان گفتم الان میرم اون شیلنگه گیر میده چون به عنوان ایرانی اصیل من شیلنگ اسمی اونجا واسه کردم و اینا نگاه کرد هیچ هم نبود آب لیک که بعد گفتم که ببین آب کجا لیک کرده گوره از این بازه تا این بازه کف زمین بعد گفتم که اون طبقه پایین من طبقه بالا هم اگه, به من،, اگه من لیک داده باشم سخفش لیک میکنه دیگه کف زمین مال من نمیتونه باشه گفت نه یه وقتی از دیوار میاد میره تو نمیبینی بعد یه ها از کف زمین <تصف> خیلی غیر منطقه بود نه نه اتفاق میفته تو ساختمون ببین آب را خوش پیدا میکنه آره ولی تو نمی‌دونم. احت... نمیدونم مثلا هم رفته بود طبقه دیگر رو دیده بود خونه بغلی رو دیده بود یا نه ولی تو احتمالا اول ب... اونا رو ببینید تو طبقه بالا مثلا خونه, خونه من خونه من یاد میاد از چراغ هموم آب میومد یه مدت خیلی رندوم معلوم مثلا نه داشت مثلا یه مدت دو هفته نمیومد بعد یه و انگار ابر بهار میریخ دو طبقه بالاتر دستشویش مثلا فلکش آب میداد دو طبقه بالا با بالا با نداده بود هیچ جای دیگه نداده بود این راهشو پیدا کرد و اومده خونه من زورش به این بود آره این آب توی چیز توی ساختمان خیلی خیل. با این حساب داره همه رو باید بره بگرده همه رو گشتن دیگه سخت من دیگه چیز کردم براشون از این تکنیک هایی که معمولا استفاده میکنم برای ترسوندن کمپانیا ها فیلمش رو گرفتم گفتم ببین این الان 6 ماهه یا اینو درست میکنین یا منو میدم به نیوز میگم یه خونه من شیش ماه داره اینطوریه ببین فرداش یه گروه بس. اومدن شب واقعا هفتش نفر ریختن کل سخف و کندن اده. سخف دستشو یادت دیگه مهمونی داشتم کنسلش کردم آره خشوار حالا بحث آب و اینا شد این هفته تو یه آپارتمان های دانتان ونکوور هم آپارتمان های نو هم هست نسبتا یه مشکل ای نمیدونم چی بوده ولی از طبقات بالا شروع میکنه آب شدید حالا تو این خبره مردم فیلم گرفتن که مثلا توی واحداشون چقدر آب بوده واح و واح اه... تو اخبار نوشته بود که مثلا آره ونکوور چندی میلیون دلار بول میدی برای این آپارتمان ها و بعدم اینطوری مثلا آدرس کجاست این یه آپارتمان ای هست کجه فکر کنم کانا پر رانویله توی یا برارد, برارد. برارد آره مثلا از آسانسوراش داشته آب میومد و, و آره oh God, آره. این اوه مای گاد آره عین فیلما بوده آخ فکر کن دو تا جوجوردک بندازیم وسط اش کنه امیدواریم که اینه این ساختمونه بله بله آره بابا اینو زیاد دیدی نه بابا این خیلی تازه است شکم. این فکر پارسال افتتاح آره. شد آره متاسفانه نه یادم می دیدم میگم آب خیلی بعد تو ساختمان تالات کسایی که کارشون ساختمان رو میگن آب راه خوش پیدا میکنه برای همین هم سنت... علی دگر هم میگه کارش ساختمون نبود برای همین هم سنت... این بیمه گرونه دیگه که دست یه این هفته رفتم یه دکتر ارتودنتست دیگه که یه نظری بگم در بیمه شما آنلیمیتده؟ نه این بیمه اصلا چیز نمی همیشه فرزاد دکتره چون به من گفتن که باید ضرری که فرزاد احتمالا جراحی فک و اینا نیاز دارم بعد اصولا این دکترها یه دونه نرس ارشد دارن که میاد با. یه صحبت های پولی و اینا رو بات میکنه خود دکتر دوست نداره این صحبت ها رو بات بکنه بعد به من گفت که ببین عملش هم خیلی مثلا تو کانادا کاور میشه و اینا مثلا آمریکا که باشه این عمل نزدیک 45000 دلاره ولی اینجا خیلیش کاور میشه فقط یه پرشن کمشه که باید بدی اونو. من این کمره که گفت گفتم آقای 500 600 دلار همین الان بهت میریزم جلوی گفت نه مثلا 8 دلار میشه این عمله اون باید تو بعد گاورمنت میده من انتظار بودم که قارو <متصفيق> وا <با remedy> دل بکن <متصفيق> 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 <applause> <متصفيق> <متصفيق> بزن با مش بیا آره یعنی یالو کوویده آره ایشون هم به هر دلار بله یه کامنت خیلی باحال میخونم فقط یه دونه این اپیزود میخونم چون خیلی حالات وا. از امیر حسین سلام امیر حسین سلام نوشته که واقعا از پادکستاتون لذت میبرن من سربازم پنج که دیگه آزاد میشم میرم خوابگاه یکی از پادکستاتون رو پلی میکنم همیشه پونر انرژی باشید خیلی حال کردم امیر حسین یو با این دارشی. کامنت آره. زودتر امیر حسین قلب گرفتم. فتبرک و اصلا خالقی خیلی عالی باشه پس دکمون رو بزن ما توی تمام فضای مجازی هستم خودکسته توی, توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواید ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با مصاحبهمون با الکتروبوم برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ